کسانی که شبنشینی مبتذل دارن، الکلیسم، شراب خرما، شراب انگور، نبیذ، خمر، این چیزا میخوام. خب کسی که مسکرات مصرف کنه یه سری عوارض سو داره، یکیش هم ناراحتیه معده و دستگاه گوارش. حال یک مرتبه یه حرف حقی از یکی از افراد حق میشنوه که بابا الکلیسم بودن حماقت عملیه، زایع کردن خود و اجتماع خانه و خانواده و اجتماعات بزرگتره و حیف و میل کردن پولیه که با این جون کندن در آورده و اقتصاد همه جای دنیا هم به هم ریخته. با این کم پولی و با این هزینه و درآمد کم و خب حالا به دست خودش هم پولاشو نفله کنه هم جونشو حرام کنه. حالا یه عاقلی به من و شما تذکر میده و رئیس العقلا که معصوما میگه بابا جون الکل مسکر نخور، 12 سند داریم و کل مسکرن حرام. رسول الله نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، النبیذ حرام، الخمر حرام و کل مسکرن حرام، 12 سنده. حالا این اسلام ولایی، این اسلامی که دین رحمته، این اسلامی که صلحه، این اسلامی که خوبی عمله میخواد، عافیت و امنیت و سلامت فرد و اجتماع رو میخواد در جای جای جهان، میگه الکل مست کننده مصرف نکن. الکل هایی هم که شبهه مست کنندگی دارد مثل اتانول، مثل متانول و مثل به شما عرض کنم الکل سفید و مانند او، اینها هم در تماس پوست بدنت نباشد، چون با درصد خاصی مست کننده می شود. حالا تو مباحث خودم، آخرین پیشرفت‌های علمی میگه اگر شخصی غفلتاً یا نسیانن یا اگر شخصی عمدن الکل مست کننده خورد اما یک مرتبه یه حرف حق شنید، توبه نصوح کرد، که عجب غلطی کرد، حاجی آقا میخوام اینا در من اثر نکنه، هنوز که به اورژانس نرسیده که بره با لوله شور معده شور ساکشن کنه و معدهشو تمیز کنه، هنوز نرسیده میتونه اثرات تخریبی الکل مست کننده رو خنسا کنه. با مصرف سرکه طبیعی انگور عسکری، مخصوصا سرکه طبیعی سیب، سرکه از این راه تولید شیره معده را تحریک و معده را در برابر مضرات الکل حفظ میکنه. کسانی که حتی دیابتی باشن یا کسانی که دیابتی نیستن، قند بیمزه دیابت نوع 1 یا قند شیرین دیابت نوع 2 هم ندارن اما اضافه وزن داره یا پی اضافی داره، در هر سه مورد کسانی که یک سیب درختی شیرین رسیده شبا قبل از خواب بخورن، قند خونشون در سطح عادی نگه داشته میشه، ازدیاد قند خون نمیگه، آرامش شبانه را هم به دنبال داره، دیگه بیقراری شبانه و بیتابی روزانه براشون پیش نمیاد. حالا تو روایات شیعه مؤمنا میگه اگر کسی میخواد خواب راحت داشته باشه شب ماست بخوره، حال اگر کسی ماست اذیتش میکنه زنیان قاطیش کنه، اگر کسی معده و رودش استرسیه یا استخون دردای ناشی از سرد مزاجی که افت متابولیسم بازاله داره، اینجا آویشن نعنا، سعتر نعنا قاطی این ماستش کنه بخوره، دیگه این ماست براش ضرر نداره، خواب شبانش هم راحت میشه. درست شد مؤمنا؟ حال اگر کسی سرسوزه معده نداره، یبوست مزمن هم نداره، میتونه در بین روزم دو لیوان که در هر لیوان دو قاشق چای خوری سرکه طبیعی سیب بریزه، از این محلول آب سرکه هم وسط روز و عصرانه بخوره. بعد هر غذا هم که تو روایات شیعه داریم که یکی از چیزایی که کمک میکنه به هضم غذا در معده چیه؟ خوردن یک سیب بعد غذاست. 4 چیز تو روایات شیعه اومده، یکی خربوزه، یکی سیب درختی شیرین،
یکی دیگه مؤمنا خرما، تمر یا رفر، یکی دیگه هم بحث خود سیب بود، سیب و خرما و خربزه و انار شیرین، رمان الحلم. اینا فواید زیاد داره، یکی از فوایدش اینه هر کدومشه که بعد از غذا بخوری یا کمک به هضم غذا در معده میکنه، نمیگذاره سردل کنی یا رودل کنی یا تخمه کنی یا ترشا کنی. مخصوصا سیب درختی شیرین نمیگذاره مبتلا به ریفلاکس یا برگشت اسید معده به مری به تنهایی یا با محتویات معده بشی. نمیگذاره صبحا که از خواب پشدی مزه دهنت تغییر بد کنه و فضای دهانت مزه تلخی بده، که در بیمارای قندی و به شما عرض کنم چربی خون و یا کسانی که یبوست مزمن دارن یا کسانی که ریفلاکسشون شدیده اینطوریه. حالا این سیب درختی خیلی فواید داره که تو روایتش هم اومده بعد از غذا بخوری. حالا مباحث خودم، چهارم، خوردن یک سیب پیش از خواب قند خون رو در سطحی عادی نگه می‌داره و آرامش شبانه رو به دنبال داره. تو بحث درمان زخم‌ها یا عفونت‌های روده میتونید از محلول سرکه یا سرکه خالص استفاده کنید. این که بهتر از تنتور یوده که میریزی که ضد عفونی کنی محل زخم یا بریدگی یا سوختگی رو، که مریضم جیز دویلیزش در میاد، گاهی جیغش در میاد، گاهی اشکاش جاری میشه. خب میتونی از سرکه طبیعی استفاده کنی که یک باکتری کش و ضد عفونی کننده قوی، میتونی یک جایگزین بگذاری. میتونی به جای الکل اتیلیک یا الکل صنعتی که رو بدن مردم میکشی که نمیدونم تو تزریقات آمپول بزنی، آمپول ضد تب و آمپول پنسیلین و مانند او، یا سرم وز کنی. خب چرا تماس میدید به پوست مردم الکل سمیرا که الکل اتیلیکه؟ اوسه چراغ الکلی خوبه تو آزمایشگاه، نه اوسه پوست مردم و عروق مردم و خون مردم. میتونیم مایه جایگزین بذاریم و اونم سرکه سیبه. محلی که میخوای سرم وز کنی یا محلی که میخوای آمپول بزنی، اول این محل رو با سرکه خالص سیب ضد عفونی کن مؤمنا، بعد حالا آمپول بزن. چرا ما عده اطوار کورکورانه از غرب و شرق در میاریم؟ میتونیم محلول قوی ضد عفونی جایگزین بذاریم. لازم نیست به چپ و براست الکل مصرف کنیم. آلودگی های خونی میگیرن، مسمومیت های داخلی میگیرن. چرا مردم رو به انواع الکل مبتلا میکنیم؟ الکل طبیعی برای بدن مفیده با دوز کمش، مثل این که مرکبات میخوره، میوه نارنج میخوره، نمیدونم پرتقال میخوره، لیمو شیرین میخوره، گریپ فروت میخوره. این که با دستش یا با چاقو پوستش میکنه، یه مختصر الکل پوست اینها رو دستش هست که بعدم میوه رو میخوره. مقدار الکل مورد نیاز بدن از طریق اینها فراهم شد، دیگه لازم نیست که پوست اینا رو بخورن، که بعضیشون آشپزیای عجق وجق دارن مؤمنا، از پوست اینا میبرن مربا درست میکنن که چند بار بجوشه بعد باید بریزه دور، الان مسموم میشه. همونجور مربای اصلش درست کنین، عدا اطفال چی؟ یا اینکه این الکل مصنوعی صنعتی بخورد مردم میدن، یا تو نوشابهشون هست، تو آب میوه شیمیاییشون هست و خیلی چیزای دیگه. این کارو نکنین مؤمنا، حتی اگر حرام هم نباشه. بله الکل مست کننده حرامه و اگر مسموم کننده باشه خوردن سم حرامه، شرب السم حرامان. درست شد مؤمنا؟ پس یا از باب مست کنندگی حرامه، از بابی که مسکره، کل مسکرن حرام، یا از باب ایجاد مسمومیت حرام میشه وقتی بخوره، شرب السم حرام. ما میگیم از مایه استفاده کن که مسمومیت نیاره، حرمت هم نداشته باشه، به نفع بشر هم باشه، هم به نفع پوستشه که لکهای پوستی رو ککومه کشه ببره، اگزمای پوستیشو درمان کنه، آفتاب سوختگی نگیره. به شما عرض کنم هم محل مال تزریقات و ضد عفونی میکنی که آلودگی خونی نگیره به خاطر این سرم یا آمپولی که میزنه، محل نیشه این آمپول یا این سوزن ضد عفونی شده باشه با سرکه.
برای درمان زخم‌ها یا عفونت‌های روده از سرکه طبیعی استفاده می‌شد و سربازها هم حتی در جنگ جهانی اول و دوم زخم‌هایشان را با دستمال‌های آغشته به سرکه سیب تمیز می‌کردند تا چند تا بیماری نگیرن. یکیش چیه مؤمنا؟ زخمای عفونی قانقاریا یا پوسیدگی بافت نگیرن. یه بار دیگه مؤمنا هست واکسن میزنن تو پزشکی جدید، یه جا زخم میشه یا گلوله خوردی یا مثلا چاقو خوردی تیغ خورده، میگن زود برو آمپول کزاز بزن تا بیماری عفونی کزاز نگیر. وقتی ما سریعاً محل زخم یا گلوله ممانند او رو با سرکه چیکار کردیم؟ ضد عفونی کردیم. یا قسمت قانقاریا، خب اینجا دیگه بقیه باف شروع به پوسیدگی نمیکنه، جلوی پوسیدگی باف توقف میشه. این محل مؤمنا چیکار میکنه؟ سلولای بنیادی پوست و عضله فعال میشه، سلولهای جایگزین از دست رفته سلولای مرده قبلی، بافتم به هم میاد، رد زخم و جراحتم روی پوست نمیمونه. این از فواید سرکه طبیعی و همچنین زردچوبه خالصه که در محل زخم ها ضد عفونی با سرکه طبیعی بشه، بعد که خوش شد در مجاورت هوا با یک گاز استریل که از داروخونه خریدی غیر روغنیه روی محل زردچوبه خالص میریزی، این گاز استریل روش میذاری، با بان میبندی، روزی یک بار شستشو با محلول سرکه طبیعی سیم، بعد در مجاورت هوا که خوش شد بعد روش زردچوبه خالص گاز استریل میذاری، با بان روش میبنی، تمام شده. دیگه تنتور ید و آب مقطر و بتادین و یا نمیدونم این قندی ها روز درمیون پاشه بذاره تو محلول ساولون که یه ضد عفونی کننده قوی شیمیاییه، هیچ کدوم اینا لازم نیست. مریضت هم از این زخمای عفونی زودتر خوب میشه. قابل عرض به همه متخصصین بیماری‌های عفونی تو بحث زخمای عفونی خارجی و تو بخش سوختگی‌های نوع 1 و 2 و 3 تو بحث اورژانس بیمارستانا، حتی بیمارستانای خودمون که تو مشهد هست مثل بخش سوختگی بیمارستان قائم، تصادف فرمودین مؤمنا، برای همشون خوبه مؤمنا، برای افرادی هم که این طرف این طرف میرن، حتی خارجی ها میگن میگن تو جیبت یه شیشه سرکه کوچیک باشه، این یک اورژانس فوریه، یک داروخونه کوچک. حرف خودمون نگرفتم، دارم به خودمون میگم. وقت ما مسلمان ها یا بقیه انسان ها عمل نکنیم به حرفای خودمون، و خارجی بره ایوری بره گیر بیاره عمل کنه کتابم بنویسه. پیشگیری و درمان با سرکه، مثلا اگر کسی گلو درد داره میتونه قرقره کنه با محلول آب سرکه، اگر کسی التهاب گلو داره باز میتونه با محلول آب سرکه قرقره کنه، اگر کسی التهاب گلو یا التهاب لوزه و تورم لوزه داره توأم با تورم لثه میتونه مزمزه کنه و در دهان بگردونه و قرقره کنه، محلول آب سرکه. اگر کسی التهاب مثانه داره، دردهای زیرنافی به سبک التهاب مثانه و یا التهاب کلیه داره و سوزش ادرار، اینجا میتونه هم قرقره کنه مزمزه کنه محلول آب سرکه رو و هم از محلول آب سرکه بنوشه، غیر از اینایی که مزمزه و قرقره کرد که باید بریزه بیرون، حتی دهنش بریزه بیرون، بعد یک لیوان دو لیوان محلول آب سرکه وسط روز عصرونه بخوره تا التهاب مثانه، التهاب کلیه و سوزش ادرار که ناشی از باکتری شایی شدنه، آیا گای عفونت کلیه داره، گای عفونت حالب داره، گای عفونت مثانه داره، گاهی التهاب پروستات داره به خاطر وجود باکتری مضر در پروستات، لذا سوزش ادرار داره. در هر سه مورد چیه؟ مزمزه کنه، قرقره کنه، با محلول آب سرکه بیرون بریزه، ولی در روز یکی دو لیوان محلول آب سرکه بخوره که دو قاشق چای خوری در یه لیوان آبه وسط روز عصرونه، اینا همه با هم خوب میشه. کسانی که سرفه خشک دارن، کسانی که سرفه خشک دارن محرک ها رو باید ترک کنه. یکیش چیه؟ شکلات، کاکائو، نسکافه.
یکی دیگهش چیه؟ سرخ کردنی، تف دادنی، بودادنی و تو میوه ها نارنگی. این دو قسمو که مضر تحریک سرفه های خشک میکنه ترک کنه، حالا میتونه سرفه های خشکشو درمان کنه. یکیش مباحثه خودمونه. چیه؟ بخور آب سرکه. یعنی سرکه رو اندازه یه قاشق پلو خورین، میریزه تو دستگاه بخور که آبم توش داره. این بخور سرکه، آب سرکه رو که تنفس کنه با بینی، با دهن، سرفه های خشکش قطع میشه. دوم خوردن میوه خرمالو، یکی دو تا وسط روز عصر بخور. سوم اگر سرفه های خشکش مکرره که زیر دلش درد میگیره، یا اگر حامله هست زن رو لکه بینی میافته، یا اگر مرد و زنه، یا اگر پسر و دختره، دردهای زیر دنده‌های سینه و ستون فقرات پشتی میگیره از کثرت سرفه کردن. حالا سرفه هاش مزمنه، چند ماهه یا چندین ساله، اینجا مخلوط سه چیز رو بخوره در آبجوش بدن. یکی شکر تیغال، یعنی دمعه است، یک گیاهه. دوم زوفا، سوم عناب، سه مسقال، چهار مسقال، پنج مسقال. جدا جدا اینا رو پودر کنه، پهانه آسیاب کنه، ستاش قاطی کنه. هر روز یه قاشق چای خوری از این مخلوط رو بریزه توی استکان، روش آبجوش بریزه، پنج دقیقه ده دقیقه صبر کنه، هم بزنه، قرقره کنه، قرص بده. برای اینکه خواب شبانش هم راحت باشه و این سرفه های خشکش بیدار خوابی در او ایجاد نکنه، بیقراری شبانه ایجاد نکنه، خوابش سبک نشه و از خوابم نپره. با سرفه شخص از خواب میپره و نفسم کم میاره، خیال میکنه نفس تنگی و آسمم داره. اینه شب قبل از خواب اینه تکرار کنه، یا صبح ها قبل از اینکه سر کار خونه یا بیرون بره. سرفه های خشک مزمنش هم خوب میشه.